I'll record right now. So, این خبر دو شب پیشه و اما یه خبر خیلی مهمیه. Um, recession fears grow as rising prices hit spending. این خبر آنچنانی نیست. اردی اتفاقا شده در کشورهای میدل ایست به کشورهای یوروپ اردی شده مثل گریس، رومینیا، آلمان و افکورس میبینیم که تو این ماه از اپریل شروع شده بود که خورد به مردم انگلیس و جالبیش اینه که مردم توی حالت هم که فکر میکنن دنیا برمیگرده که قبل QT بود، بخش QE بود و uh, فکر میکنن ارزونتر میشه بعد از یک سال دو سال یا سه سال اما none of this will happen ever again اصلا اینجور اتفاق نمیشه و داره like ات... ات... انقدر مهم شده که حتی که پولیتیشنز یا هر تا کشور خودت که راجع به اینو صحبت میکنن که راجب گشنگی مردم رو صحبت میکنن میبینن که اصلا کوشنو رو دارن اصلا دارن اووید میکنن دارن کوشن رو میکنن میگن نه اصلا اینجوری نیست با دیتا دیتایی که هست دارن نشون میده که این اتفاق شده خبر دوم و این خبر از انگلیس دوباره میاد اند خیلی مهمه که این خبر ببین همش انگلیس نیست کشورهای دیگه هم میشن همین خبر و بوریس جانسون امروز اعلام کرده که حالا دیشب بود اعلام کرده که نهاد یک هزار جابز سیویل سرویس جابز میخواد مردم رو بیکار کنه ببین میگه نهاد یک هزار جابز نه نهاده یک هزار مردم 91 جابز یعنی میتونه نیم میلیون نفر, نفر باشه میتونه بالای یک میلیون نفر باشه اوکی که تقریبا به دیتایی که ما اینجا داریم چار پنج هزار نفر میخوان بیکار بشن از ماه دیگه از لندن جاست لندن هونوز که بیرون لندن دارن چیکار میکنن و این آدما ها و سعی کنم برای یه کار دیگه و اون کار دیگه خدا کنه که بهش کار بدن دومش هم این کار دیگه شونم توی ریسیشن نره که شرکت ببنده که دوباره بی کار بشن و بارس جونسن داره این کار رو میکنه که حالا اصلا نمیدن دلیلش هم چه It's very silly اصلا دلیل نداره میگه ما اش بکنیم این کار رو Again خورم هم نمیدونم چه دلیلش هم میگه به برای اکانومی خوبه هیچ جای برای اکانومی خوب نیست اسپشلی uh, چون میتونه کیو و اتفاق uh, دوباره انجام بده خبر سوم و این خبری هست که حالا برای از که در اینستاگرام لایو من بودن یه هفته پیش یه خبری مهمی همون جوری که گفتم بهتون شده و جالبه چون من این یه هفته پیش بهتون تو چارت گفتم گفتم ببین ایلان ماسک نمیتونه توییتر رو بخره و اینجا رو ببین ایلان ماسک پوتس توییتر دیل آن هولد over فیک account details من بهتون حتی تو اینستاگرام گفتم اون یه دلیلی پیدا میکنه که این دیلر رو فریز بکنه برای الان برای چی؟ well, این دیلر رو نقد داره میده It's لون money و لونش با یه LTV تسلا هست که اگر سهام تسلا بره اگه اشتباه نکنم تو پشن زهنم 450 دلار اگه اشتباه اگه بره زیر قیمت تسلا زیر 450 دلار میتونه تسلا رو از دست بده و یه رئیس جدید بعد پیداش کنن نه همینه بهتون گفتم که با این جور مارکتی که الان هستیم ایشون باید اینو فریز بکنه نمیتونه بخره اونکه؟ یه کارایی میکنه که دیلیش میکنه و دقیقا بعد از یه هفته هفت روز دیدین که همینجوری جوری که امیرالی گفت شده و اصلا چیز جایی نموده بعد یه چیزی که بفهمین که میتونه کل زندگیشو آقای ایلوموس از دست بده با تقصیر تویتر و well, of course با این صحبت هایی که میخواد ببینه که حالا یه holdش کرده که ببینه چند تا fake accounts دارن توی تویتر چون میخواد قیمتش هم پایین تر که loan to value share هم بیاد پایین تر که به liquidation یا margin کال نیفته بر خودش okay? خیلی مهم این کار ها especially. especially برای شرکت خریدن خبر بعدی و این خبر بعدی داره از باش. خبر بعدی تقریبا ده ساعت پیشه و صبح زود امروز بود و ایفرسکن کوین کو وارنز اگنز آنگوین متا ماسک فیشنگ سو نمیدونم امروزا کیا نام ایمیل گرفتن ایمیل قلابی کسی امروز گرفت اسپشلی از کوینزیلا من خودم کوینزیلا هستم داشتیم نامه های قلابی میگرفتیم که میگم حالا بر یه بیت کوین ما این کار رو باید میکنیم یا این کار میکنیم از آن موضوع باشین که تو این مارکت هیچ مجانی نیست نه بهت میمون بهت میدم NFT اپس اصلا بهت نمیدن بهت گول نخورین دیگه چی؟ یه،, یه, صرافی دیگه هم گفته که هزینه هاش فری نیست توکن مجانی نمیدن سو so, لطفا اگر امروز فردا پس فردا از متماسکت یا از هر وبسایتی که داره میگه یه چیزی مجانی میده که میدونی با ارزش هستش لطفاً گول نخوریم اما جالبیش اینه که مردم هنوز گول میخورن برای میمون فکر کنم از که تا ایتریوم امروز حک کردن و گرفتن اصلا فیشنگ دیگه اصلا هک هم نیست اصلا فیشنگ تک از بی فیشینگ فیشنگ is another که به بی سوادی و دقیقا من همین اتفاق شده فکر کردم میمون مجانی میگیرن نمیگیرن خورد تو سرشون خبر بعدی و این خبره که اگین هفت روز پیش بهتون گفتم مثلا دیشب هم بهتون گفتم پیش هم گفتم سه شب پیشش هم گفتم و جالبیش اینجا میاد که از ترا هست و از دکوندو و بهتون گفتم چه اتفاقی می میفته شما که سی بیلیون 25 بیلیون دلار کشیده یه ارز بالا چند تا افرادای تو این دنیا هستن بعد بکشنت چون اون افرادا بالای 100 میلیون دلار گذاشتم تو این سهامت و آقای دکوندو از امروز اعلام کرد به پلیس که میخواد پروتکشن 24/7 که گلوله نخورد تو سرش و تقریبا همینجوری میشه اسمش اگر بدونن کی هستی کجا زندگی میکنی مثل آقای دکوندو باید پلیس همیشه پیشت باشه چون به کسی ضرر 500 میلیون دلاری دادی میخواد بکشد و تقریبا از بهتون هم گفتم که این آدم زنده نمیتونه باشه و صورتش رو عوض کنه من پلاستیک سرجری بکنه به خودش اسمش هم عوض کنه اوکی سو گو امروز هم که اعلام شده که یک از این آدما امروز آن نون پرسن بروک اینتو دی اپارتمنت بیلڈنگ ترسیده باید هم بترسه حالا تقصیر خودش هم نبود که لونا صفر شد گول خورد از بی سوادی خودش که فکر کرد دو تا آدم پولدار که بانک های آنچنانی دارن دوستشن نه کسی دوستت نیست تو این اسپشلی تو این مارکت و با این جوونی هستی همه حسودن هم. حسود و بی پول و میخوان سفرت بکنن و تقریبا همین اتفاق برای این شد الان دیگه بعد هم صورتش رو عوض کنه اسمش رو عوض کنه از کشورش هم باید بره بیرون و از اون بعد هزار تا بدبختی هم بده که چرا ارزش صفر شده و نمیتونه بگه که دو تا بانکای بلک راک و سیتی دیل این کارو واش کردن چون تقریبا حالا اونا کردن اما اونا پیدا کردن یه اروری تو کدش سو so اگین بعد موضوع به خودش باشه امیدوارم که زنده بمونه خبر بعدی و این خبر از آرژنتینیا میاد و the senate passes bill that would tax assets held in foreign countries including crypto و جالبه تو آرژنتینا این کار دارن میکنن چون مردم آرژنتینا فکر کن شما مثال میزنن شما لیونل مسی باشی یه فوتبالیستی چیزی کسی که اوردی بالا باشه تو این دنیا اف کورس مسی که حالا بیشتر یه دونه خونه که نمیخواد تو آرژانتین باشه همه خونه‌اش میخواد در کشورهای مختلف باشه مثال و دولت آرژانتینا داره میگه ما مالیت از اون, اون کشور دیگه هم میگیریم نمیدونم میخواد این چجوری بکنن اصلا چجوری میخوان بکنن برای کشوری که سالی 50 درصد تورم بهشون میفته میخواد چجوری این کارو بکنه I don't know how they're gonna من خودم نمیدونم اگه خودتون میدونید لطفا به من بگین که چجوری میتونن یه کشور با این بی سوادی فقیر و بی پولی از یه کشور دیگه میخوام مالیت اونجا هم بگیرن so, اون کشوری که مثال میزنید یک تو آرژانتینی هست، سیتیزن آرژانتینی هستی زمین داری در انگلیس هم داری مالیت انگلیس میدی اما آرژانتینا میخواد مالیت اونجا هم بگیره دوباره That doesn't make sense to me, guys. اما حالا هر چی هسته تو سناتشون پاس شده، قانون شده. I don't know. نمیدونم. خبر بعدی و یه خبر آنچنانی نیست. سپیشل اگر تو کریپتو مارکت خیلی وقته که موندین و اکس اینفنتیز SLP currency value now almost zero. هیچی دیگه نمیدونه تا صفر بشه. و جالبه چون تقریبا این صحبت های یک سال پیش شما بود همین تو بولران بود که میدیدیم که خیلی افرادا میرفتن SLP می خرم من هیچ وقت نمی که این لطفا بخرم این مجانی می تونستیم بگیریم این توکن مجانی اوکی می SLP بازی کنیم با یه روبات یه روبات بسازیم پر روبات الان تو یوتیوب نگاه کنیم که می مجانی SLP رو بگیریم اما می که مردم مثلا 20000 دلار میذاشن تو SLP واو SLP دیگه تقریبا صفره چیز دیگه نمونده به صفر برسه of course آدمایی که دارن بازی میکنن خود اکس اینفینیتی حالا بهشون میصرفه که چون مجانی دارن میگیرن دیگه این SLP رو اما اون کسی که واقعا پول گذاشته بقیل هستش و اس پودر پودر این هم مثل چند تا ارزهای دیگه بودن که پود میشن و جالبیش میان چی میاد چون الان SLP پود شده بذار بهتون میگم میشه عکس اینفینیتی هم پودر میشه چون عکس اینفینیتی اسمش حالا سهام شرکتشه کارنسی بازیش اس ال خب دو کار میتونن بکنن عکس اینفینیتی از الان بهتون میگن که یادتون باشه که شاید 6 ماه دیگه این اتفاق براش بشه میتونن عکس اینفینیتی هاشونو به مارکت بفروشن که عکس اینفینیتی میاد پایین اس رو میارن بالا که هیچ معنی نمیده به من especially. یا SLP رو کمپلیتلی قطع میکنن و همش اکس اینفینیتی ریورد میدن به بازی اگه این کار رو بکنن و اکس اینفینیتی و میتونیم بگیم تا یه چند سال دیگه آینده دیگه نداره okay. چون به این هارد کپش یا میخوان اینفینیت سپلایش بکنن که دیگه بیارزش میشه So again متاسفانه آدم که اکس اینفینیتی خریدن اونا هم میخوان برن زیر آب چند سال دیگه اگر هر کدوم از این روند رو استفاده کنن اگر این هر کدوم راه رو استفاده کنن تقریبا این توکن بی میشه و اکسفینیتی از اولش هم بی ارزش بود حالا میرسیم دیگه برای 24 hour امروز که ببینیم تو مارکت چیکار کرده که از دیشب تا حالا 10 بیلیون دلار خالی شد از مارکت و به وقت الانم که میخوام نگاه کنیم میبینیم که جالبه چون صبح زود بچه ها داشتن میگفتن که ترلونا ده هزار درصد تو سود یه چیز اینجوری بود از من همشون میگم این نخر گول نخور گول نخور نگیر حتی پول قماراتم هم توش نمیذاری اوکی یک پول قماراتو میذاری مثلا یه چیز دیگه نه تو این این اوردی خراب شده و از سه هزار درصد سود امروز صبحش ریخته به 500 درصد اگین um, again, Uh, نه من میرم سمتش برای چی نمیرم سمتش ولی یه چیزی که مردم بهتون نمیاد داشتم یه, ی, ی, یه،, یه یوتیوبر نگاه میکردم و میگفتم ما داریم هنوز لونا میخوایم ببین لونا 6.5 مبخشی 7 تریلیون توکنز 7 تریلیون 7 تریلیون یه بار دیگه میگن که بفهمین 7 تریلیون این برسه به یک دلار پنج برابر مارکت کپ خود بیت کوین بد باشه این که بره برای اول تایم های اصلیش از طلا پنج برابر بالاتر هست دست این که خاطر یک دلار داشته باشین فراموش اما اف کورس ترا یه کمیونیتی ساخته بود یه کمیونیتی ت... خیلی قشنگی بر خودش ساخته مثل داج مثل شیبا که آدمایی دارن افرادای آدمایی دارن انفلوئنسر دارن کامیونیتی دارن که جونشون هم میدن بر این چون یه کالت یه کالت دیگه نه به فارسی کالت چی میگن اما مثلا یه گروپ پیپل هستن یه کمیته خودشونو دارن که مردم ازش استفاده میکنن again nothing wrong with that. اما اگه شما میخواین اینوست بکنین فکر نکنید سود ازش میتونید بیاری بیارن. حالا به ارزهای دیگه هم که امروز بالا هستن چین اصلا هیچی بالا نیست راست چی نیست هیچی بالا نیست تقریبا یک درصد هم نیستن اگر امروز دلار هم داشته بودی حالا دلار هم داشته باشی نه تو سوری نه تو ضرر میتونی حالا خرید تو داشته باشی تو این مارکت حالا به ارزهای که امروز ضرر کردن GMT ام تی 25 درصد فرکس 25 درصد ببین جی هم مثل همون عکسیه یه روزی میرسه که بی‌ارزش میشه توکنش مجانیه اما سعی کنم اما الکی مردم میرن میخرن توکنش مجانیه anything that's free is worthless اگه دارین اسپیشل دارین براش کار میکنین is worthless. حالا برای اولین شیش ماه یک سالش با ارزشه اما برای بلند مدت بی‌ارزشه. و جی ام فرکس شیرز 24 درصد زره کالوکس فایننس 22 اف 21 میمون کوین 20 درصد زره خوب دیش شد که من هیچ کس نه خیلی دیش حتی هم که یه زره رفته بالا ای کش 17 اولانش, اولانش. 16 درصد ریخته شیبا 16 نگاه میکنم تو کل این مارکت همه چیز ریخته به همه چیز میتونه حالا یه جایی نمیسن اینجا فکر کنم بیشتر هم میریزید دست فانی که ادامه ریختن دارن با um, anyways اینا چند مثلا اوکی هستن especially اگه protocol رو خوندین protocol رو خوندین همشون چند اوکی هن. نه همشون اما اما اف تقریبا میتونم بگم که از کل این لیست اینجا میتونم بگم حداقل 50 تا کوین با ارزش هست برای بلند مدت همه بقیه میتونیم فراموش کنیم برای بودران و بعدی حالا میرسیم برای آنترین دیتا و چارت که به وقت الان به وقت الان نزدیک 28 هزار تا بیت کوین امروز خرید شده از مارکت و خروج زدن از صرافیا 28 هزار بیت کوین اصلا رو بیت کوین برای کسایی که زیر 30 هزار تا امروز خریدن و جالبیش بگم چیه امروز یه اطلاعی مده که تو این یک هفته میتونیم بگیم یک هفته دیگه نه تو این, تو این یک هفته دیگه همین از مانده تا الان از مانده تا الان دیدیم که نزدیک سی درصد خریدارای کل مارکت تو عمر بیت کوین تو این هفت روزه اتفاق شده حالا 6 روزه میخواه به هفت روزه فرمش اما آردی شده سی درصد بزرگترین خریدار رو تو این هفته زدن مردم and it's crazy and it's crazy من واقعا خیلی crazyه که اینقدر خرید کردن تو این شیش روزه حالا داره میشه هفت روز دیگه حالا برای چارت میبینیم ببین خریدار هنوز هست ببینی تو این چند روز تو این, تو این سه شبه چهار شبه که دارم میگم مانی فلو هست مانی فلو هست پول داره هنوز وارد میشه تو این مارکت آن ترین دیتا داره داریم نگاه میکنیم بالاست اما امروز یه ویکنده سی امی داریم در سی, هزار و سی سال پنج. چیزی هم نیست یه هزار دلار بالا ها دوباره یه سی امی هم دیگه هم داریم سی و هزار تا اگین ما خودم شخصا تو ویکند ها زیاد توجه ندارم که چی میشه بهتون اوردی هم دیشب گفتم که این هر چشم بشه ویکند تقریبا میتونیم بگیم که تو این سی امی برمیگرده اف کورس به سی امی 35000 تا برنگشتن نیست اما برمیگرده دیدین که همه همه این سی ام پر میشن یه روزی برای خودشون به وقت خودشون پر میشن حالا به وقت الان که دارم نگاه میکنم چهار تا حالا هیچ معنی هم نداره بشه به کم ولیومی که بده اگه بتونه تو این سه ساعته سه ساعت و نیم بالا این خط اینجا ببنده برمیگره به 2905 29500 تا اوکی سو اگه این تفاوت 500 دلاری میتونه اینجا بازی کنه حالا ما صبح زود امروز گفتیم که بچه ها میتونیم اینجا یه خط اینجا خرید داشته باشیم برای مانی منیجمنت so, یه مانی management ما داشتیم که یه سپات اینجا داشته باشه هنوز نخورده به اردر اسپاتم اما حالا این تو این قیمت ها هیچ کس فیوچرز نمی کنه because it's uncertain میتونیم بزرگترین سودا تا الان در بیاری از خود سپات دیشب که دیدیم که چند تا ارزا تو یک شبه 60 درصد پام شده این یه دون از این حالت ها هست که به نشون میده که چقدر قوی هست اثبات نسبت تو این قیمت هایی که الان داریم بینیم درسته قیمت هایی که خریدین نسبت اگه پارسال خریدین همه چیز با بالا بود تقریبا 70 درصد 80 درصد 90 درصد بالاتر بود اما می‌تونی الان از اینجا DCA انجام بدی با مانی حالا داریم نگاه میکنین بیت کوین داره تو این رنج بازی میکنه و تقریبا میتونه ادامه هم بده تو این رنج حالا یه لور لو low لورا های الان جا زده امیدوارم که اینجا یه یه اسندینگ تراینگل بسازه هنوز چیزی نشده نمیتونم بگم اما اگر این پترنش باشه اکسلنت حالا میرسیم دیگه برای ارز ایتریوم که برای ایتریوم چه خبره چی شده و داره چیکار میکنه که ببینیم برای حتی برای ایتریوم لو 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 های نمیدونم اگر این میتونه آم... میخواد اینجا میخواد یه اسندینگ تراینگل اینجوری بسازه فلاش میخواد یه چیزی مثل این بسازه یا یا میخواد یه کانال اینجوری برای خودش بسازه regardless هر چی که بشه میبینیم که حتی برای on-chain ایتریوم خریدار پشتشن و اون آدمایی که دارن اکومولییت میکنن برای تقریبا یک سال و شش ماه دیگه است یک سال و شش ماه دیگه هاوینینگ نهم دسامبر 2023 در زودتر هم میاد پنج ماه زودتر میاد و به وقت الان هم که داریم نگاه میکنیم دوباره دوباره هش ریت یا آل تایم های زده که بینیم که هیچ کس هیچ کس خاموش نکرده و ضرر دارن ماین میکنن چون یعنی چی؟ یعنی این که تو این مارکت they believe in it okay. they believe in. اون کسی که رفت یک بیلیون دلار اینوست کرده سهم گذاشته که این سولار پنل رو داشته باشه و بعدش یک بیلیون دلار رفت انت ماینر خیده نه ماه سب کرده دیوونه نیست دیگه داره میگه اران شد میتونه 6 ماه سب بکنه میتونه 10 ماه سب بکنه میتونه یک سال سب بکنه که داره همین اتفاق داره برشون میشه حالا بر عرض بعدی هم که FTT هست اگر این FTT هر کاری که داره تقریبا میتونیم بگیم که این ایتریوم داره میکنه این هم داره میکنه به وقت الانش هم که داریم نگاه میکنیم برای صد دیگه اگه 300 دیگه 3 و نیم دیگه تو سی و 47 46 ببنده این پام میشه به 31 50 سنت میتونه پام بشه میشه تقریبا دو درصد میتونه بخش. یک و 1 و 7 1 و درصد میتونه پام بشه به وقت الان اگه میگم ویکنده این دازن ریلی این که قیمت داره و باشی عرض بعدیم که ایدا ها... میخوام ایدار رو اچلی بهتون میخوام به ماهانه بهتون نشونم یه چیزی ببین حالا ما خیلی صحبت های ایدار کردیم 49 ها گفتیم بخریم خریدیم که پایین تر هم رفته گفتیم اینم حاضر باشیم که حتی هم تو 10 سنت هم میتونه بره اما ما ماهانه رو بهتون نشونم ببین ماهانه هر جور اینجا ببنده تو زیر 50 سنت 10 سنت ماهی دیگه حالا این اگریه هزار تا اگرز داره اما با مانی منیجمنت میری جلو و تو حمایت های سی انجام میگه حالا یه خرید سی سنتی میذاری اما می‌تونی بزرگترین خریدات رو در ده سنت بذاری با مانی منیجمنت گیم حالا ما هیچ شبکه بری نهیدیم از ایدا هیچ خبری بری ازش نیمده حتی هم تو سی ام بی سی هم رفته داره ادامه شبکهش میده دبساش اول تام های که دارن میخنه اول تام های اما آف کورس کورلیشنش با بیت کوین تو این مدت ها خیلی زیاده حالا این هم هست که باید بریزه اما آف کورس خیلی ها دیدیم که کارنا توی سایکل های خودش بتونم همین قبل اینکه اتفاق بشه گفتم حاضر باشین برای یه روزانه 5 درصد ضرری که اوردی 40 درصدی براتون کرده اگرم ادامه بده ادامه بده توی ماه دیگه هم پایین شاید بیاد اما بعد بر خودتون در ذهنی خودتون حاضر باشین برای این قیمت های پایین تر این هم از من mas não diga só